سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. اینجا استودیوی متی ملودیه. امروز اومدم توی این ویدیو بهتون نرم افزار کپ کات رو که یک نرم افزار حرفه‌ای و خفن و فوق‌العاده است به ویرایش فیلم، ادیت، تدوین، یعنی اصلا کلی کار باحال و خفن میشه روش انجام داد. اصلا فکرش هم نمی‌کنید. به صورت کامل آموزش رو با هم ببریم جلو، به آموزش رو ببینیم و امروز می‌خوام بریم تا توی جدیدترین نسخه‌ای که اومده و الان هست با هم یک آموزش فوق‌العاده رو داشته باشیم. با من همراه باشین. بریم توی نرم افزار و نرم افزار رو بازش کنیم. با آخرین ببینم گرافه. گراف حالا چیه؟ میرسیم به همون بحث کی فریمی که بهتون گفتم. بذاریم مثلا بیایم اینجا بهتون بگم که چجوری. میاد میگه که این گزینه کی فریممونه. میگیم آقا از اینجای ویدیو یه دونه کی فریم میذارم، علامت میذارم. اینجا هم یه دونه کی فریم میذارم. خب میگم از این فریم تا این فریم چه تغییراتی رو برای من اعمال کن. میگم از اون فریم اول، اون نقطه‌ای که اول گذاشتم شروع کن، توی فریم دوم به این حالت برس. میخوام اینقدر زوم داشته باشم روش. ببینین که هم معقول به صرفه باشه، هم هزینه پایین‌تر. ببینین چقدر جذاب، چقدر باحال شد. الان از اینجا شروع کرد و هر چی میره جلوتر داره زومش بیشتر میشه. خیلی باحال و جذابم هست. میریم در قسمت بعدی بعد که برسیم و بهتون پیشنهاد دادم اینا، میریم با هم میخریم اون تجهیزات رو. حالا میگم اینجا رسیدی، بیا یه ذره جلوتر یه فریم دیگه میزنم. میگم تو اینجا دوباره برگرد، اصلا عقبتر عقب. ببینین یعنی از عقب، یعنی از اون حالت اصلی هم عقبتر رفت دیگه. خیلی باحال و جالب میشه. خب حالا ببینیم ما این حالت زوم رو ایجاد کردیم. حالا میخوایم بیایم ببینیم که گراف چیه. میام گراف رو میزنم، میام این حالت رو انتخاب میکنم و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. هم هزینه پایین تری باشه، یعنی با هزینه کمتری بتونین راحت تهیه کنین و خیلی به درتون بخوره. میگه به چه صورتی من اون درخواستی که داری رو انجام بدم برات. یه مقدار رفت جلو، میبینین این شکل، یه مقدار رفت جلو وایساد، دوباره داره برف میاده، دوباره بره اونجایی که بود. اینا میریم با هم میخریم اون تجهیزات رو. حالا میگیم بین این دوتا، باید بین دقیقا اون دوتا فریمتون باشین تا اون بفهمه کجا تا کجا رو میخواین چه شکلی کنیم. ببینید وقتی این رو باشین میگه که اصلا نمیتونی استفاده کنی، باید حتما بین دوتا فریم باشی، دوتا از این نقطه ها باشی. نگهش میدارم اینجا. حالا اینجا جالب میشه، مثلا میگیم که تو اینجوری برگرد. ببینیم با چه صورتی. حالا مثلا این فریم رو ببینیم میتونیم جابجا کنیم. نه این فریم جابجا نمیشه. تیک رو میزنم، میام فریم رو از جاشو عوض میکنم، اینو پاک میکنم، روش میزنم پاک میشه. فریم بعدیمو اینجا میزنم، میگم حالا تو برش کردم دقیقا به این نقطه. حالا میام این وسط نگه میدارم. گزینه آخر گراف، میام حالا اینو میزنم. ببینین پله پله میاد کم میکنه. ببینین چقدر جالب میشه، این چقدر ایده های باحال میشه روش پیاده کرد. یعنی واقعا فوق العاده است. یعنی شما فقط باید ایده هاتون رو بیارین داخل نرم افزار و دیگه کولاک کنین واقعا. یعنی خیلی باحاله، کلی کار میشه انجام داد باهاش. یعنی در حد یوتیوب شما میتونین ویدیو ادیت کنین با این نرم افزار، بدون مثلا نرم افزار حرفه‌ای و سیستم و کامپیوتر و دیگه مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه ویدیویی که داخل یوتیوب میخواین بذارین یا آپارات یا محیط های دیگه، حتی اینستاگرام میخواین تدوین خفنی داشته باشین، با این میتونین انجام بدین. واقعا عالیه. اینم از این حالت کی فریمش. تیکشون رو زدیم و تمام. ببینیم دیگه چه گزینه هایی مونده که نگفتیم. ما از گزینه ادیت همه رو بهتون گفتم. حالا میام گزینه اصلی که داشتیم، این گزینه ادیت بود. آودیو رو که بزنیم میتونیم یه صدا اضافه کنیم، یه افکت صوتی اضافه کنیم. اینجا میبینین هر کدوم که دوست داشته باشیم میتونیم اضافه کنیم، مثلا لاف میزنیم، صدا خنده، لاف. خب واسه این صورت میتونیم اینجا افکت ایجاد کنیم، صدای داخل گوشی از صداهای این خود نرم افزار استفاده کنیم و اضافه کنیم. با این گزینه میتونیم یکی از این ویدیوها رو انتخاب کنیم و صداش رو جدا کنیم و صداش رو برداریم و اینجا بذاریم، یا هم که وایس اوور هم که بزنیم میتونیم اینجا ضبط کنین. همین. گزینه بعدی گزینه تکست که خب دیگه راحته دیگه، اینجا تکستتون رو اضافه میکنین. اینجا حالتهای مختلفشه، اگه مثلا حالا به انگلیسی زبون انگلیسی رو میتونین تشخیص بده و خودش اتومات زیرنویس اضافه کنه، یا استیکر اضافه کنین. اینجا ساده است این قسمت. اوورلی رو هم که بهتون توضیح دادم میتونین اینجا ببینین، به این صورت نشون میده مثلا ویدیویی داشته باشین، اینجا صدای اضافه شده باشه و اینا.
به این صورت میتونی بالا پایین بذارین و اونی که پایینه رو قرار میگیره و اونی که یعنی اونی که پایین تره روه و ویدیو اصلی حساب میشه، اونی که بالاتره ویدیو ثانویه مثلا حساب میشه. یه سری فیلترها داره که بهتون قبلا هم نشون دادم و گفتم چه شکلیه، چه جوری کار میکنه، خیلی باحال و جذابه. و حالا برمیگردم و ادجاست رو هم که بهتون توضیحش رو دادم، همون اصلاح رنگمون بود. گزینه بعدی گزینه فرمته. فرمت رو توی اون قسمت کراپ بهتون توضیحش رو دادم. اینجا دوباره یه مروری با هم بکنیم. 9x16 اون سایزایی که داریم، فیت که همون فیت سایز اصلی ویدیو 9x16، سایز استوری 16x9 هم که پست و اینا 1x1 و ببینید همونجور تمام ابعادی که اونجا هم داشتیم اینجا هستش. گزینه آخر کانواس، میتونین مثلا شما اینجا فرمت رو بذارین 16x9 یا 9x16 سایز استوری و ببین کانواس، ببین حالا رنگ بک‌گراندش چه رنگی باشه. میبینین میتونین هر رنگی رو انتخاب کنین یا مثلا بلر کنین، از این حالت ها بذارین که خود اون ویدیوتون بک‌گراند باشه و به صورت بلر دیده بشه، یا هم که از این عکس های مثلا آماده خود کپکات استفاده کنین. خیلی جذاب و باحال و بامزه هم هستن، بعضیشون رو میتونین استفاده کنین. فقط حواستون باشه که توی این کار خیلی لازمه که قشنگ خیلی با سلیقه عمل کنین و خیلی دقت به خرج بدین و تایم بذارین براش، وقت بذارین تا دستتون بیاد و ریزه کاریات رو یاد بگیرین و خیلی دستتون روانتر و خفنتر بشه کارتون. و همین تمام. انجاستم که دوباره رسیدیم اینجا بهش که همون گزینه اصلاح رنگه. خب قبل اینکه ویدیو رو به پایان برسونیم میخوام قسمت شورتکات هم بهتون بگم که خیلی قسمت باحال و جذاب و ترندیه. یعنی شما کلی از ویدیوهای تیک تاکی، ریلز های اینستاگرامی که میبینین توی همینا، یعنی ادیتش اینجا هست، خیلی باحاله. ببینین بریم داخل شورتکات، ویدیوتون رو انتخاب کنین. مثلا من این ویدیو رو انتخاب میکنم، نکست رو میزنم، آنالیز میکنه کلیپمو، حالا جنریت داره میکنه، سری خودش بررسی میکنه، سری کارا انجام میده توش و میاد تا بهمون اون افکت های آماده رو بهمون بگه. سری ادیت های آماده شده هست، موزیک هم حتی داره، حالا میتونید موزیک و ایناشو عوض کنید، ولی مثلا قشنگ آماده است، حالت های مختلف و اینا، چیز جالبی که توی ریلز و تیک تاک و اینا میبینیم. خیلی هم راحته، خیلی سریع هم میتونید ازش استفاده کنین و کارتون رو جلو ببرین و خیلی باحاله و کمک کننده است. منتظر میمونم این پر بشه و بهتون نشون بدم که چجوریه. خب این کامل شد، حالا پلی کنیم و ببینیم. نکنیم من روی میزنم، روی همین اولین افکت. الان سرعت اینترنت واقعا اذیت کننده شده، حالا یه مقدار الان بهتر شد، این وی پی ان رو عوض کردم. میزنین روش، شروع میکنه دانلود کردن دوباره تا اون طرح که میخواین رو دانلود کنه و بندازه روی ویدیو. حالا من رو همین اولی امتحان میکنم. کلا نرم افزاری که حالا این آنلاینن یا به یه سری چیزا حالا برمیگره به سرورهای خودشونو نیاز به اینترنت دارن، این مشکلات رو هم دارم. مثلا ما که حالا بعضی این قابلیت رو کلن باید با وی پی ان واردش بشیم یا با اینترنت خودمون نمیتونیم، یا تحریمیم، یا یعنی عمدتا تحریمیم روی این نرم‌افزار رو، باید با وی پی ان وارد شیم تا آی پیمون تغییر کنه و بتونیم از اون ویژگی ها استفاده کنیم. خب ببینین انجام شد این تغییر، این دانلود شد و این افکت رو اعمال کرد. ببینین چه باحال، مثلا خودش اینا رو آماده کرد و میتونیم ازش استفاده کنیم. روش که بزنیم نشون میده جزئیات رو، روش که بزنیم قشنگ باز میکنه برامون پروژه رو، به اصطلاح لایه بازش رو ما میبینیم و میبینیم که چی کار کرد. میبینیم مثلا چند تا ویدیو شده، 14 ویدیو استفاده کرده و اینا رو تیکه تیکه ببینید جاهاش هم میبینی یه کادر قرمز داره مشخص شده، این ویدیو مال اینجاست، این ویدیو مال اینجاست. می چقدر دقیق و با جزئیات این کار انجام داده و وسط اینا مثلا این ترانزیشن های انداخته، میبینین که این حالت بلر و محو رو ایجاد کرده. حالا میام جلوتر، یه دونه افکت این شکلی لودینگ گذاشته این رو، خب این مثلا برای شروع ویدیوهاتون میتونه خیلی جذاب و باحال باشه. و ادیت درافت رو که بزنیم مثلا میاد خودش اینا رو، این کارهایی که انجام داده رو ما میتونیم روش تغییر ببینیم واقعا چی کار کرده. نکنین میبینین به این صورت کل تدوین رو آلو رفت، دوباره بیارمش. خب کل تدوین رو میبینیم که اینجا داریم میبینیم چی جوری آورده اینا رو داخل تصویر، چی کارا کرده. شما میتونید ازش ایده هم بگیریم، میتونید یاد بگیریم، میتونید ببینید که چه کارهایی انجام شده، چه کارهایی انجام داده و شما ازش ایده بگیرین و اونا رو انجام بدین. مثلا با یه سری مثلا نگاه کنین اونا رو، ببینین
کدوم رو دوست داری، میگیم خب مثلا اینو من دوست دارم ولی این تیکش رو خوشم نمیاد، میخوام تغییر بدم، میایین اینجا و هم تغییر میدیم. مثلا اینو من که بزنم لایه بازش رو میبینیم، نگاه کنین این همین او این همون اورلیشه، میبینین به ترتیب اینا رو اومده کنار هم چیده، سری عکس چیده، بعد اینجوری شده جو همه دوباره هی چیدمان رو که اینجا انجام شده و تمام. همین، یعنی خیلی کار سختی هم انجام نداده. شاید الان شما از این زاویه که نگاه کنین بگین او چقدر مثلا ویدیو پشت هم چیده شده و اینا، ولی واقعا کار خیلی سختی انجام نشده و شما میتونین از پسش بر بیارین. واقعا یه مقدار کار کنین دستتون میاد، فقط باید تمرین کنین و کار کنین و ایدهاتون رو سعی کنین پیاده کنین. حالا مثلا یه طرح دیگر اگه انتخاب کنیم اینترنت بکشه لطفا تا بهتون نشون بدم که چجوریه. یه طرح دیگر میرین با هم ببینیم، مثلا یه دونه ببینم یه چیزی جذابتر از دقیق بیاریم، مثلا این رو من بزنم ببینم. خب لود شد، حالا بریم ببینیم نها کنیم ببینیم به این صورت چقدر باحال مثلا اومده ایجاد کرده. اینجا یه متن داره، میتونیم متنش رو عوض کنیم. دیفالت ساوند رو که بزنید میتونید آهنگش رو تغییر بدین، از آهنگای خود گوشیتون بیارین و یا آهنگایی که اینجا خودش داره دین استفاده کنین. ادیت رو که بزنین میریم داخلش، کلیپ ها رو میبینین، ادیت درافت رو میزنم تو بریم میریم چیکار کرده. این خود فایلمونه، آهنگشه و این هم سه تا ویدیوه. روش که بزنیم میام این قسمت برمیگردم، میام قسمت اوورلی رو میزنم و دوباره اینجا بعد اوورلی رو بزنیم که نه بزنیم من برگردم، میخوام بیام این قسمت، آها این قسمت مربوط به تکست میشه، میام رو قسمت تکست، میبینید این تکستی که اینجا اضافه کرده. شما میتونید خودتون این تکست رو این مداد اینجا رو بزنین، میتونید اینجا میتونید این حالتش رو کجراست کنین، یعنی روتیت کنین بچرخونین، چون بالا هم میبینین عدد زاویه رو نشون میده دیگه، چند درجه چرخیده، بزرگش کنین به این صورت، حالتش رو تغییر بدین ببینین مثلا به چه صورتی ظاهر بشه، مثلا سریع اتفاق بیفته یا آروم این اتفاق بیفته. ببینین این همش حالتاییه که میتونین ازش استفاده کنین. تو این قسمت تکست این شات خیلی قوی تره، چون تمام فونت‌های فارسی رو پوشش میده، هیچی شما فونت‌های کامپیوتر رو هم میتونین بریزین و ازش استفاده کنین. اگه خواستین برای زیرنویس این استفاده کنین، نرم افزاری رو خواستین، این شات میتونه این کار براتون انجام بده، یعنی فونت‌های فارسی و اینا رو دیگه خیلی خوب پوشش میده. اینم از این دیگه، چیز دیگه ای نداشت اینجا، خیلی جذاب این کار انجام داد. اینم که موزیک این لاین آبی رو میبینین، این موزیک رو داره نشون میده، اینم که تکست نمونه و تمام. اینم از آخرین ویژگی نرم‌افزار کپکات که خیلی ترنده، خیلی میتونین تدوینای جذاب و باحال رو توش ببینین، چیزایی که ترند میشه این تو قشنگ هست و میتونین ازش استفاده کنین و شما هم ویدیوهای با کیفیت و خیلی خفن و جذابی درست کنین. آها راستی نکته رو یادم رفت بهتون بگم، دیدی من نوشتم گرین اسکرین چت، گرین اسکرین مانی، شما توی گوگل یا یوتیوب یا هر جای دیگه اینو سرچ کنین، اون کلمه رو بزنین جلوش، کلمه مورد نظرتون رو، همونو پرده سبزش رو بهتون میده، خیالتون راحت همش هست، انقدر جذابه. حتی بنویسین پرچم ایران هم هست، یعنی پرچم کشورا هم جاد شده که مثلا اون پایین ویدئویی مثلا داره باد میخوره و اینا، خیلی جذاب و باحال میشه. همین، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا من همراه بودین و تماشا کردین، امیدوارم این آموزشو به درتون بخوره. حیاتون نره، حتما تمرین کنین، ویدیو خودتون رو ادیت کنین، با این نرم افزار کار کنین، با بخش مختلفش ور برین، دستتون بیاد و ببینین که چجوری میتونین ریزه کاریاشو رو سریعتر یاد بگیرین و قشنگ خیلی حرفه‌ای بشین و بر خودتون تدوین کنین یا بر بقیه تدوین کنین و به درآمد برسین. مرسی که برای خودتون وقت میذارین، برای آموزشتون، برای خودتون احترام قائلین و اطلاعات خودتون رو بالا میبرین و کیفیت کارتون رو افزایش میدین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.